بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما. وقایعی که در تقریبا 3 هفته قبل در کشور ما اتفاق افتاد و یک قتل عامی بین مردم بیگناه انجام دادن و عده زیادی بیگناه رو کشتند و بعد برای توجیه کار خودشون از قرآن دلیل آوردن که چیزی گفتن که در طول تاریخ حتی خود شیعه هم نمی گفتن که فلان آیه معنیش این است که مردم رو زجر کش کنید، چیزی که در تاریخ کسی اینطور برداشت نکرده. اینها باعث شد که ما برنامه خاص کوتاهی داشته باشیم در مورد همین رفتار عجیب دولت ایران که مردم رو میکشه و باز طلبکارم هست، باز آیه قرآن هم شاید میاره. داستان از اینجا شروع شد که اینها بنزین رو گرون کردن. داستان خیلی ساده است و یک بار در کشوری که مردمش فقیر شدن، بنزین رو 3 برابر کردن که مصرف روزانه و همه بهش ربط داره، اونی که ماشین داره نداره بهش ربط داره. مردم تظاهراتی کردند خیلی آروم، یعنی شما اگه تظاهرات مردم ببینید، بعضی شعارهای مردم حتی بگم کمی خجالت آورم هست، میگه نترسید نترسید ما همه با هم هستیم، یعنی ما میترسیم. خب حقم دارن بترسن، ولی میخوام بگم یعنی اینقدر اینها صلح طلب هستن ملت. حالا مثلا شما ببینید چه جوری دارن تظاهرات میکنن. آیا خشونت در این تظاهرات هست؟ ببینید. ببینید شعارهاش کاملا این تازه یکی از شعرهایی است که خشونت زیادی هم درش به کار رفته و شیراز بوده، یعنی اون شهری که الان بهش میرسیم که امام جمعه چی گفت. ببینید شعارها چیه؟ میگه نیروی انتظامی حمایت حمایت. وقتی میگه نیروی انتظامی حمایت حمایت یعنی چی؟ یعنی با نیروی انتظامی جنگ نداره، ازش انتظار حمایت داره. یا مثلا شعار میدن که پدر بیا مادر بیا به داد فرزندت برس. یعنی این شعارها یک شعارهای بسیار آروم و نشان دهنده مردمی است که خسته شدن. تندترین شعارشون چی بود؟ آخوند جوان بیکار نشسته، آخوند ماشین نشسته. اعتراضشون پس اصلا اعتراض سیاسی نیست، اعتراض مادی است و این هر پولی است. صلح‌آمیز اومدن. منتها این امام جمعه همین شهر شیراز یک دفعه اومد بیرون از لانش و گفت که ببینید چی گفته؟ گفت که امام جمعه شیراز رضاخان با تمام قلدریش نتوانست امامه از سر آخوند بردارد. شما چه جایگاهی دارید که میگویید آخوند باید برود؟ این امام جمعه شیراز هستش. امام جمعه شیراز به شورای تأمین فارس و معترضان هشدار داد چه جایگاهی دارید که میگویید آخوند برود؟ مالش هم هست که اگر جمع اینا رو جمع نمونو تا فرمان اینا رو جمع نکنید ما میایم با بسیج جمع میکنیم. با بسیج یعنی با چماغدار، یعنی مردم رو، چون شما میدونید که در ایران اسما عوض شده. رئیس جمهور کشور ما آقای خامنه ایه. خب میگه من رئیس جمهور نیستم. در هر کشوری بالاترین مقام رئیس جمهور، جمهور یعنی مردم. رئیس مردم آمریکا ترامپه، رئیس مردم روسیه پوتینه، رئیس مردم ایران هم آقای خامنه ایه، ولی اسم خودش رئیس جمهور نمیذاره. این تقلبه. والی به زبان قدیمی یا استاندار به زبان جدیدی یا که به اصطلاح همه کاره یک استان یک ولایت هست، نامش استاندار یا والی است. ولیکن در کشور ما نماینده ولی فقیه والی است. هرچند که ما استاندار داریم، هرچند که ما فرماندار داریم، اما همه کاره نماینده ولی فقیه است که همین آقا هم نماینده ولی فقیه در شیراز است و همه ازش حساب میبرند دیگه. طبعا به خامنه ای نوشته که جلوی این کارا رو بگیرین، یا خامنه ای خودش هم از جای دیگه، و به مردم دستور تیر دادن و به طرز وحشتناکی مردم مظلوم رو به خاک و خون کشیدن. الان شما در این کلیپ که در شهر گرگان اتفاق افتاده میبینید که هم گلوله میزنن هم تبر، یعنی آفریقایی هم این کارو نمیکنن. منظورم آفریقایی که
آفریقایی که نمی کنن که این کارو نمی کنن. منظور آفریقایی که مثلا در کنگو در وقتی جنگ، مثلا در رواندا که وقتی که قتل عام قومی بودم، چنین چیزی ازشون ندیدیم. یه گلوله میزد دیگه تبر نمیزد. شما ببینید در کشوری مثل ایران در روز روشن در وسط خیابون هم جوان تبر میزنن هم گلوله. ببینید نقطه عجیب این است که وقتی این امام جمعه دستور تیر داد و وقتی که به مردم گفت که شما کی هستید که امامه را از سر ما میخواید بردارید، رضا شاه نتونست، یکی از این آخونده بلند نشد بهش بگه که نادان، ما رو رضا شاه هر کاری تونست با ما انجام بده، اگر این مردم از ما طرفداری نکنن ما چی هستیم، شما ما چی هستیم، هر کاری با اینا خواستن می انجام دادن، اگر مردم با اینا نباشن رضا شاه مگر نه این است که از سر اینا امامه رو کشید، نگفت که برید کار کنید، هر کاری تونست انجام بده، ولی مردم طرفدار اینا بودن. حالا شما همین حالا امامه رو از سر خود برداشتید، همین خود آقای امام جمعه میتونه بدون 5 تا پاسدار بیاد بیرون؟ من یه چیزی از چیزهای لذت بخشی که در آخرین عمره خود دیدم این است که عراقی‌ها که میان هنوز به حج به عمره، حالا نمیدونم وقت ایرانی‌ها میومدن یا نه، یادم نیست، آخرین بار که رفتم دو سه سال پیش، چیز عجیبی که دیدم این بود که یک آخوندم ندیدم در حرم. آخوندا لباسای خود در میارن چون که میدونن متنفر است مردم از اینا. خودت لباس خود در آوردی، میگه که شما نمیتونی لباس ما رو در بیارید. آیا پول میتونه تو رو حفظ کنه؟ پول هرگز نمیتونه یک دین حفظ کنه. دین با عقاید مردم عجین شده. به هر حال هیچ کس نیومد بهش بگه آقا تو چرا، ما که بدبخت شدیم، چرا ما رو با مردم در میاندازی، چرا ما رو با مردم به چنگ میاری؟ خب طرف اینجا الان مردمه، دولت رضاخان که نیست، ولیکن آخوندها چون در سکرات هستن، مست هستن از پولی که بهشون میرسه، فکر فردا نیستن و این خوبه. ما یک دولت با آخوندها بدهکار بودیم. حالا فرض کنید اگر به جای آخونده مثلا شاه رو برکنار میکردیم کمونیست ها میومدن، حالا ناجی ما باز همین آخونده بودن، یه دفعه دیگه باید این مرحله رو ما عبور میکردیم. خوب شد که اینا اومدن حکومت کردن، شما شناختشون. به هر حال جواب های هوی است. مردم هم که دیدن اینها تظاهرات رو به خون کشیدن، به خانه همین نماز جمعه امام جمعه حمله کردن، ببینید که با خونش چی کار کردن، با دفترش. صدرا دفتر امام جمعه رو آتیش دادن، تابلوش دارن میکنن. خونش رو آتیش زدن و اینها هم با یک ضرب شست خیلی شدید مردم رو کشتن و تظاهرات آروم شد. ولی چیز عجیب این است که بعد از این دیگه حالا کم کم دارن یه چیزایی رو متوجه میشن که ما عجب غلطی کردیم، مثل عبیدالله ابن زیاد که وقتی حضرت حسین شهید شد، قبل از شهادت حضرت حسین خیلی مست بود، حتی حضرت حسین بهش گفت که بابا بذار من برم با یزید خودم ملاقات کنم، یا منو ول کنید من برم مدینه برگردم، یا منو ول کنید من برم مرزای اسلام اونجا رو نگه دارم، یا اگر نه من میرم بابا یزید، شما دنبال من بیایید، من میرم خودم با یزید ملاقات میکنم. عبیدالله چون مست بود گفت نه، تو باید به من تسلیم بشی، باز من تو رو ببرم پیش یزید، که حضرت حسین قبول نکرد. وقتی که شهید شد مستی از سر عبیدالله پرید و دستور داد که برای زن و بچهش خونه بدن، برای منظورم برای اهل بیت حضرت حسین و برادراش و بقیه برادرزاداش، زنایی که باشون بودن، خونه دادند و به اصطلاح غذا و اینا براش فرستاد. تازه فهمید که چه غلطی کرده. این امام جمعه هم تازه فهمیده که من چه غلطی کردم. رفقاش که بهش نگفتن. حالا دیگه خودش کشیده کنار، میگه شما امن به هم ریختید. بعد از کشتار مردم در جمعه بعدی، یعنی جمعه 4 آذر، یک آذر بوده به نظرم. بله یک آذر
ببینید که چی میگه. میگه آقا به ما مربوط نبود، نیروی انتظامی شما رو زد. کلیپ 4. بله. بنده تصریح امام صادق علیه السلام را خدمتتون بگم. فرموده فمن کان، ذیل همین آیه تفسیر علی بن ابراهیم قمی هست، امام صادق فرموده، فرموده فمن کان مؤمنا، اگر کسی مؤمن باشه، ثم دخل فی المعاصی، شروع بکنه به معصیت، ظلم به دیگران کردن، این امنیت رو بسر داشته باشه. این که نیروی محترم انتظامی، دستگاه قضایی ورود میکنه، میگه ما برخورد میکنیم با کسی که امنیت مردم رو به هم میزنن، از خودش میگه نه، خدا فرموده کسی که ظلم بکنه ولی مؤمن باشه. نگه اینم مسلمان است، مسلمان مؤمن، اما الان داره ظلم میکنه، امنیت ازش گرفته میشه، نمیتواند بگه من شهروندم، شما حمایتم بکنید تا من ظلم بکنم. نه، حمایت شهروند هست و طبق قانون اساسی حق داره که تظاهرات کنه. شما یه پارک برش اختصاص بده. اگر واقعا شما میگی که اختشاشگرا بین اینا هست، بگو آقا مثلا پارک شهر، پارک سایی، فلان پارک، فلان پارک، نمیدونم مال تو شیراز چه پارک هست، این برای شما تظاهر کننده ها، برید اونجا تظاهرات کنید، ما امنیت شما رو میگیریم. شما یه جای اجازه بدید، قانون اساسی بهشون اجازه داده و این نمیخواد که به قرآن کافر بشه، ولی اون که بشه، قانون بهش اجازه داده ابراز عقیده کنه، ولی این که میخواد بگه بنزینی چرا گرون کردی، من ندارم، این چه ظلمی کرده؟ ظلم تو میکنی که قانونی که خودت گذاشتی زیر پا میذاری. ولی کی میتونه به اینا این حرف بزنه؟ فعلا که اسلحه دارن. ولی او که وقاحت اینها رو ببین که خودش ظالمه، اونا رو ظالم میگه. مگه ما تو زمان شاه بانک‌ها رو آتیش نمیزدیم؟ ما ظالم بودیم، بس شاه چرا ما رو، شما شاه رو ظالم میگفتید؟ همین ما در دوره جوانی خود وقتی که انقلاب شد، یکی از اهدافی که ما بهش حمله میکردیم بانک بود، یکی اهدافی که مشروع فروشی بود، به اینا حمله میکردیم. اگه بانک ربوی بود دیگه، ما چرا به بانک حمله میکردیم؟ چرا مثلا به مغازه ها نمیزدیم؟ برای اینکه شما میگفتید این بانک ربوی است، نزول میگیره، این حرومه. همین بانک های شما 25% نزول میگیره. به فرض که مردم به بانک ها حمله کنه که نمیکرد. مردم فقط مثل ما نمیگفت جمهوری اسلامی. مردم فقط میگفت چرا بنزین گرون شده، به شما اینا رو کشتید، به جنایت عجیبی رو مرتکب شدید. ولی چیز وقاحتی که الان شما خواهید دید، من این شما ندیدید، چون شما حرفای این آخوندار خوب گوش نمیدید، که من این از نماز جمعه ای که همون روزی جمعه ای که بنزین گرون شد، قرار است شبش مردم تظاهرات کنن، مردم قرار نیست، یک دفعه ریختن بیرون، همون روزی که بنزین گرون شد، روز جمعه بود، این آقا تو همون جمعه داره سخنرانی میکنه. شما ببینید که چه جوری از ملت فلسطین دفاع میکنه، به خاطر 32 نفری که اونجا کشته شدن، ببین چه جوری گریه میکنه، نگاه کنید. برسیم نکته پایانی سخن من این هست که ما یک درسی از آقا امام حسین علیه السلام گرفته ایم. این که میگویند این ملت حسینی هستند علت داره. گاهی ممکن است خودمون مسائل سنگینی داشته باشیم، اما یادمون نمی رود که بقیه انسان ها هم هستن، ممکنه اونها مسئله شون از ما سخت‌تر باشد. ما در امنیت نشستیم اینجا و داریم بحث می کنیم در مسائلی، ولی در همین چند روز گذشته فلسطینی ها 32 تا کشته دادند، بیش از 300 نفر مجروح دادند و یه بارگی حمله کردند، بعض از سران به اصطلاح جهادی اونها را چی؟ به شهادت رساندن. این دعای حضرت امام کاظم علیه السلام هم هست در دعای جوشن صغیر، که خدایا من یه گرفتاری دارم. دعای جوشن صغیر را موقع گرفتاری میخونن، حضرت در زندان خونده، بعد میگه خدای من یه گرفتاری دارم، ولی نگاه گرفتارتر از من، گرفتارتر از من، گرفتارتر از من. انسانیت والا ما، این میگه ابلیس انسانیت صحبت میکنه، در حالی که ابلیس آدم روح هست. این آقای عبدالرحیم دشکان
نماینده ولی فقیه همون که گفته من میام خودم با چاقو بسیجی رو میارم مردم بکشه و امام جمعه شیراز هست از طرف آقای خامنه ای تعیین شده. این داره برای فلسطینی ها میگه که آقا ما گرفتار هستیم، گرفتارتر از من هست، والا گرفتارتر از ملت ایران باشه. یا اگر که اسرائیلیا هم به فلسطینی حمله کرده، فلسطینی موشک که داره میتونه تلاوی بزنه. من نمیگم کلا قدرتش مساویز یا اسرائیل بر حق است، ولیکن اگر مقایسه کنی اون بالاخره یه دفاعی میتونه بکنه و برای همین هم مرتب حمله نمی کنن. اگه آدم خبیثی مثل همین نخست وزیر فعلی هست که جنگ طلبه، من باز چهار تا موشک اونی نمیترسونه. ملت ایران سنگم نداشت که اومدید دستور تیر دادی اونم همه رو سرها رو زدی، آپاش نداشتی تو، وسایل ضد شورش نداشتی، شورشی در کار نبود، میخواست مردم رو بترسونه که این اون 32 نفر کشته تو 3000 نفر تقریبا کشتی، اون 300 نفر زخمی کرده تو 7000 8000 نفر زخمی کردی، با زخمی ها رو میگرفتی، اون دیگه مرده ها رو اجازه میداد دفن بشه، تو مرده ها رو اجازه نمیدی دفن بشن، به اجازه خودت میبری از پدرش خط میگیری که آقا بگید که بچه ما به اصطلاح خودش میخواست کشته بشه. حالا تازگی از خواب بیدار شدن که عجب کاری ما کردیم، نمیدونم میخواد همونایی که کشته شهید معرفی کنه، مسخره بازی. خلاصه قضیه در این است که این جنایت بسیار بزرگی رو مرتکب شده و بعد برای این جنایت از قرآن دلیل آوردن که شکنجه کنید. خب شنیدم، حالا دیروز شنیدم که اون آدمی که گفته بود همون آیه قرآن رو تحریف کرده از حرف خود برگشته، از این نشون میده که اینها قدرت نامحدود ندارن، نمیتونه هر غلطی دلشون خواست انجام بدن. و ما سعی میکنیم در هر هفته یکی از جنایت ها اینها رو براتون افشا کنیم، چرا که عرب ها یک مثال دارن که حلق حقوق احتیاج به حلق داره، انسان باید حرفم بزنه تا به اینا بفهمونه که این جنایت بزرگ رو حتی کره شمالی مرتکب نشد. میگفتی آقا مردم اگه بیان بیرون ما تیر میزنیم، شما که حتی اینم نگفتی. زمان شاه آیت الله کجا بود؟ خدای توش میدون جاله اسمش یادم رفت، همدانی بود چی بود، اون گفته بود که شاه به ما گفته من امروز میزنم نیایید، تو به مردم میگفتی من میزنم نیایید، نگفتی که اینو. الله به همه ما رحم کنه. الله حافظ و نگهدارشون.